درو کردم، نه آسیاب کردم، نه خمیر کردم. همه زحمت ها رو دیگران کشیدن. نون آماده خوردن الان جلوی منه. چقدر تو خدای مهربانی هستی، چه نعمت ها داری، چه خبره. این سبزی رو نه من کاشته بودم، نه قصه خورده بودم، نه آب داده بودم، نه زحم. این فکرها رو من شو سلیمان گفتش که پدرم زد به من، گفت یه همچه آدم شاکری تا حالا دیدی؟ حالا اصلا کاری به سلیمان و داوودم نداری، من شما حالا مثلا گیلاس میارم بخور، اصلا تو فکر میکنی که آقا این درختش کجا بوده، کی آب داده، کی قصهش رو خورده، کی کشید، این همه را تا رسید الان دم دهن تو خیلی به این راحتی خدا رسونده. حالا مهمانی مثلا اینجا شکر خدا بکنی، یادت باشه. شما فردا مثلا راننده حتی مسافر کشی میکنی، همین که خدا مردم رو خلق کرده به کارتون نیاز دارن، سوار ماشینت میشن یا سوار موتورت پول میدن، اینا خدا کرده. اگه احتیاج کسی نداشت، خدا به تو نیرو داده، انرژی داده، بنزین داده، چی داره میتونی، چشم داری، دست داری، نعمت های خدا هست. بعد پول میگیری، بعد اون نونی که میخری، اون چیزی که هست، و و و غرق نعمت های خداییم. اصلا حواسمون نیست. این بچه ها که سر سفره فقط دعوا میکنن با هم، خب یادت باشه کجا اومده اینا، کی بودیم، چی بودیم، چه جور مقام و منزلت. وقتی فهم و درک بالا بره، بالا میره. وقتی شکر نعمت ها، توجه به نعمت ها. حالا نه اینکه من دو خدا همین هنر داشته، آدم خیلی پخته بوده یه تیکش در عبادتش، بندگیش، من فهم و درک چقدر موثره. او بند خدای دیگری، حالا اون داستان دیگریست که کی با من هم نشینه تو بهشت، یه مورد دیگه، اونم خیلی مقام بالایی داشت. تعجب کرد که یه شاگرد قوشیه در کجا، نمیدونم بغداد کجا، اونجا شاگرد، اینا مفصله. حالا رفت ببینین کیه، دید تو قهوه خونه کار میکنه، چیزی دریافت نکرد، خب مشتری میاد کار میکنه میره. بالاخره ناچارن باش تماس گرفت، کی هستی، احوالت، حالا چطور، اینا. دید خب معمولیه، این چه کرده که مثلا اینجور مقام داره که مثلا با یه مرجع تقلیدی هم نشینه تو بهش. تعجب داشت میکرد. آخرش بهش گفت که چیزی بگه، تو چه کردی اینطور مقام و مرتبت داری؟ گفتش که من، حالا که شما سوال میکنی و بالاخره پای دین و خدا و اینا مطرحه، اگه من به هیچ کس نگفتم تا حالا، به شما میگم، حالا چون مثل اینکه باید بگم به شما. گفت من اینجا خیلی وقت کار میکنم، شاگردم هستم. چند وقت پیش مادرم خیلی مصر شد که منو زن بده. بالاخره زنی و زن گرفتی. گفت تو هجل من فهمیدم که این دختر نیست، زنه، باکرگی نداره. اومدم داد و بیداد و هوا رو چستید به من التماس عجیبی که آبرو من نبر، حالا نمیخوایی خود چند وقت بعد طلاق بده، بلی کنم. گفت من به خدا، خاطر خدا کنترل کردم، دلم سود، دلم هم میخواست نگشتنم، ولی چی بود، چند وقت بعد بهانه کردیم که با مادرم نمیسازه، طلاقش دادم، ولی گشتم شوهر خوبی برش کردم، به کسی هم نگفتم. ممکنه این نجاتی که من برای اون دادم اینقدر برای خدا ارزش بده. آقا اینا یه خبرهایی هست که بالاخره روزی میکنه خدا، آبروی مردم، کمک به افراد، دلسوزی ها، سر مردم، یه کاری بکنه، حالا پرونده عبادتی، بندگی، لطفی، کرمی. ولی همه ما میرم اون طرف دیگه، نا اللهم صل علی محمد.